به جای این چرت و پرتا عراجیف که میگی زنگ بزن ببینیم چه خبره. میاد نمیاد؟ نشسته منو نگاه میکنه با اون قیافه. این نجیب خوشحالم، انقدر خوشحالم، همه چی آرومه. تلفنشو نگاه کن. این گرده خواهد درست میگه زده باشی. نرگس، سلام نرگس. نرگس کجا بودی این چند شب؟ هرچی زنگ زدیم اینجا نبودی. نرگس خوبی؟ با فتر بهش بگو که وانه حقیقت داره. تو یه الف بچه میخوای سر من کلا بذاری؟ خیال میکنی نمیدونم با یه نفر قرار گذاشتی که نرگس جا بذاری؟ این تم ببینه به جون یارو تو گمربندیت کفرشم. نرگس نکن. نرگس کجا بود؟ من صدای نرگس رو تو صحبت کن. فقط بهش بگو، بهش بگو وانه همه چی شدیم. الو نرگس خانم، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوش میگذره اونجا؟ درد بلا. به به، مگه قشنگ اینجوری باهاش صحبت میکنی داداش؟ چه طرز صحبت، بگو وانه ردیفه بده من. نرگس چه زیاد حرف میزنی نرگس باش؟ باورش شد نرگس وانه میگرم که کمرمانی گل نشم میبرم. نرگس کتک هم نمیزنم نرگس دیگه، که منو با ناچکو نزن. منو نزن. خدا بزن نرگس، خدا. آش کشک خالتا، بخوری پاتا، نخوری پاتا. قدیما دالکن خدا بیامرز اول هر ماه که میشد یه آش رشته ای درست میکرد که رشته امور به دستش باشه. اما البته ای آش شل قلم کارم من پختم. این پیاز داغشم بریز کافیه؟ بیا قشنگ جون. پیاز داغشم همدم برام سرخ کرده بشم داده. سبزیشه نرگس جان برام سرخ کرده داده. خلاصه همه زحمت کشیدن تا من این نظر ادا کنم. همسایه‌ها یاری کردیم این آش نزیتو پختی. حالا قشنگ جون نظر چی کردی؟ هیچی، نظری نبود. آره نظر شوهره. مگه من مردم؟ کی گفته؟ ای چیزا میگی؟ کی گفته این نظر آقا فتله؟ اصلا کسی برای آقا فتل آش پخته؟ کسی نظری کرده؟ اینقدر خفتم نده جلو جم. اینقدر خفتم نده. چه خودت بزنی چه بکشی، یه آش دیگه پخته شده. بابا کوتابی آقا فریدون، دستت من نما حرف بزنی. آقا فریدون مگه میخوای ترشی بندازی؟ خب بس بره سر خونه زندگیش دیگه. کرا به تو چه ربطی داره؟ حالا که اینجوری شد برای تو یکی من دهانه میکنم. گفت گرزی دلت میسوزه ولی فعالت برآورده میشه. خب به به، عجب آش قشنگی شده، یعنی خوشمزه است. آقا آمو فتر یه چی بدوم حرفمو گوش بکنی؟ بی وای ما بریم شهرمون خواه؟ آخه شما انرژی قنیشیه زیاد دارید. آرزوی ما هم اینقدر کوچیکه، یه ذریعن همه اینجا. اما آرزوی تهرانی ها اینقدر بزرگه، اینقدر بزرگه. نرگس ها قده ای آسمون از سب کن. نرگس ها سب کن. لال شو نرگس. من نمیتونم بتا بایم. لال شو نرگس. لال شو نرگس. غیرت من چی میشه نرگس؟ به قول آقا فریدون من بدبخت، من بیچاره، من داره دعوا سنگین بزن. دو دست آقا فتل مهمون ماه، امشب هم قراره بیاد خونه ما. نه شما لطف دارید خانم ملایی، بالاخره نظر خودتونم شرطه. آقا فتل کی خانه غیبیشی؟ مرجان جان زیرنویس بده. یعنی که شما هر کجا که دوست دارین تشریف ببرین. والا من ترجیح میدم که بیشتر پیش برادر مولایی باشم تا کسی دیگه. خب البته نظر خودتان شرط اوله. میدانی چیزا؟ من نمیدانم چیزا، یاد اون سریال که یوسف و زلیخا افتادم، همه شستشانه میبریدن. بله بله، البته اگه کسی نباشه که آدم رو گره بزنه. گشکست اون مال منه، یکم چربتر بریز. دیگه تو آقا فتن نداره، برای همه چرب میکشم آش. برای من به خاطر آشم خودمه بزنم. ای بدبختی هی. بانگالا مسعود و بانگالا مرجان و بانگالا. بیا تو از این بخور. یه گچ هم پودر گچ بریز روش، تاثیر داره. اگر بار گران بودیم یارو شد برو، واقعا دلم برای همسایم تنگ. اگر نام روان بودیم یارو برو، میگن همسایی خوب از صد تا همسایی خوب بهتره خانوم.
دوست دارم همه اینا رو بشینن تو وانت برم کمربندی بگردونم. آره والا دلم تای میشه براتون. من هم همینجورم کلاتر وای نمیشه قشنگ خانمو با خوبو باریم و نشانی میشه جلو ماشین. حرفایی میزنی خانمو الان که داریم به خوبی و خوشی بینیم باز دعوا میخوای بکنی؟ الان کجا ببریم اون خانمو سنگینی رو؟ من نمیتونم دلم طاقت نداره. طاقت نداره؟ الان دعوا میشه دیگه. بیا پایین بچه کنه کلات. اون روزا یادته میگفتی ما پنجتا مردیم؟ دیدی تو هم آب نمیدیدی و الا شناگر قابلی بودی؟ آقا فری حرفایی میزنی که زن ما بعد مدت ها با ما آشتی کرد. وانت هم خدا خواست آقا فتل یه کاری کرد بلاخره وانت هم رسید به ما دیگه داداش. حالا دیگه باید کم کم بریم دیگه، همه رفتنی هم دیگه بلاخره یه روز هم ما داریم میریم دیگه داداش. آقایون خانوما داداشا آبجیا فلیزا جوتلمنا بد میگم؟ نه دست درد نکن آقا فتل، واقعا تو وقتی عقل سر جات بیاد که ببینی کی بودی چی بودی کجا بودی کجا اومدی از کجا رفتی به کجا میخوای بیای، واقعا اصلا همه میفهمن کار درسته. ای بابا برو دیگه انقدر فسفس نکن، الان کمربندی قلقله میشه ترافیک میشه نمیتونی بری. با اجازه. نه سلامتی مسافرم از سلامت خط کنه. برو دلم تنگ میشه برو من بیشتر باشه. آجون نریز نریز، من این همه زحمت کشیدم که این بره آب می‌ریزه که برگرده باز دو مرتبه. نه ترسی و پاش با وانه تو کمربندی برسه دیگه برگشت نداره، خیال راحت. برو این نرگس یاد شب عیدی زود بیای پیش ما، هر کی میرم میشه این کوره دل من. باشه چشم قشن خانم، اول همه میام برای خود خدا نیتو. دلم واقعا براشون تنگ میشه. کوره کلاتا کجا؟ به این زودی همه چی یادت رفت؟ وسیله شخصیت جا گذاشتی؟ آقا فریدون یه حرفایی میزنی دیگه، آدم بخواد کار خیر بکنه اینجوری باید همه جا جار بزنی داداش. ما گفتیم یه ثوابی بکنیم دیگه، حالا دیگه لو داد ما به همه تون میگیم داداش. یه آفتابه رو گذاشته بودیم بدیم آقا فتر، دیگه ما که داریم میدیم این لوازم شخصی ما استفاده کنه دیگه. کره خیرشو ببینی دست شما درد نکنه آی کلاته، بالاخره ارسونی دستت به ما رسید. یه قابل شما رو نداره. حالا اگه تو بری مهربان من چه گلی به سرم بگیرم و تنهایی میمیرم. نمیرم. تنهایی چیه مگه ما مردیم؟ وی شما که کس بی کسانید آقا فتل. ببینم شما کی که مرد زندت فرق بکنه؟ بزنم خودم نمیخواد حالا بزنی خواد تو با کشی بپاییم بابا بله مکم. هرو هرو آقا فتر زشته برای شخصیت شما او بیادبی دستتون باشه، بدید فریدون براتون بگیره. آقا فریدون قربون شکلت اینی مینویسی روش فه یک زنگیرش میکنی برای من اونجا لافتابا. فره اینقدر رو اعصاب من را نرو، فه یک منم. حالا برای آفتابم خودتو بکش، فه یک تایی خیلی خوب بکنیش فه ده چه میدونم. این مسیه با آفتابه تو فرق میکنه قاطی. کره حالا پوز آفتابه تو به ما نده. مفید کردم برای من خودش رو میکشم. گلدشت خانوم موقع رفتن این شون نداره دیگه داداش. تو تقصیر خود همایی کمربندی. بریم یالا میگه کمربندی میگه گلدشت باز میخواد بره خود نرشت. کلاته بیا برو میخوری به تاریکی بیا برو. سلام آر بای بای خدا حافظ خدا حافظ همگی خدا حافظ همگی. پشت سر مسافر گریه نکن گریه شغل نداره. برو برو کنه او بره به پا او بره به پا برو برو. خب ما امشب مهمونه کدومتون هستیم؟ قدمتون رو چشم میتونین تشریف بیارین منزل ما؟ نه من نه همه اینجا من رو مهمونه نه؟ نه نه؟ آره آره؟ آه کتاب بیا کتاب بابا توتی کو وقتی یه توتی میره گدایی ما میمانیم با این شوهرش چه بکنیم؟ گدا نیستن آقا فتر تشریف بیاریم منزل ما، خونه ما فضاش مردونه تره. بله در خدمت هستیم تشریف بیاریم. خب برادر مولایی جان این عکس ها دکوره یا این که رفقا هم کیان میرم؟ نه رفیقا هم دیگه. خب اینا چجوریه برادر مولایی؟ همه هستن رفتن؟ بعضی ها هستن بعضی ها رفتن. لابد بعضی ها دست پاشون از دست دادن نمیدونم.
زندگیشون از دست دادن. بله. وضعشون چجوریه روبران؟ مثل بقیه مردم. مثل بقیه مردم که نباید بهشون رسید به هر حال. زونشون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن. مثل بقیه مردم فرق دارن اینا. هاش بطل جان، شما که اهل دلی دعا میگیره یک دعا بکن همه مشکلا برطرف شه. مولای جان اگه به دعای منه، خب ما دعا میکنیم، کاری نداره. اسمونو دراز میکنیم به طرف خداوند. اللهم انی خدایا، خداوند خودت کمک کن، خودت به اینا برس، به این بچه های پاک، صادق، صدیق، شایسته، انسان در نهایت، جانباز، کسی که جون و زندگی و شرف و حیثیت و آبروی همه رو حفظ کرد، به اینا کمک کن، کاری بکن که دیگه جنگی پیش نیاد اصلا، که اینا بلنشن، مجبور بشن برن، و اینایی هم که رفتن دستی پایی عضوی را دست دادن، یه کاری بکن به جاش صاحب یه چیزی بشن، یه خونه ای، آپارتمانی، پنتهاسی، طبقه هفتمی، هشتمی، اول، هر کیش دو خوابه، سه خوابه، پنتهاس، هر چی خواستن نصیبشون بفرما. الهی آمین. آقا این دعا در حق ما داریم کنیم، ما خودمان بدونیم چیه، منتهاسه چیه و چی بود، ما بخواییم چکارش کنیم. یه خود بزرگتر از اون دیگه است، فرق نداره. ببخش ناجی فتر، خودخواهی هم هست، ما می‌خواستیم بگم از تنهاییم در بیام، خیلی وقت تنهاییم، گفتم کی بهتر از شما که خودت اهل دلم هستی بیام دور هم دیگه بشیم. چه حرفی میزنی آقای مولایی؟ ای بابا برادر مولایی، من اهل همه چی هستم. شکست نفسی میکنن حاجی فتر، شما از سبزیایی که میرونم پاک میکنه پاکتری. حالا من یه چیزی گفتم، شما دیگه شک نکن درش، منظورم اینه که از اللهم بگیر تو کار خیر یه پام چاتش اصلا. حقیقتش هاش بتر، اما موقع بازن نشسته شدم بیشتر وقتم تو خانه مگذره، زحمت ما همه شده بای مهربون تفلی. خواهش میکنم این حرفا چیه؟ بفرمایید آقا فتر، چایتون سرد میشه. قدر این لحظاتو باید بدونید، درسته که من مشاعرم رو یه خورده از دست دادم، فراموشی گرفتم، ولی اینی میتونم بهت بگم که بهترین لحظات شما همین الانه که دور هم هستید، قدرشو بدونید. مهربون خانم که رو سر ما جادره، ما میگم ناصر خسرو نیست، اگه نه بجای شیرین فرهاد قصه ما و مهربون منویش. مهربون جان همین تلویزیون رو روشن کن ببینیم دنیا دست کیه. دست کیه؟ قدیما که بچه تر بودیم بزرگتر دور هم جمع می شدن، با هم حرف می زدن، با هم گوش می دادن، اما الان همه دور تلویزیون جمع می شن، یه نفر حرف می زنه بقیه گوش می دن. با خیال راحت چایتون رو بخوریم. مهربون راست میگه، چایی تا بخوره بره مسجد. ها؟ مسجد واسه چی؟ می بینی آقا فتر، اینجا نمازشو نمی خونه، میگه صابخونه راضی نیست، نماز باطله. اینطوری دلم رضاتره. آقا فتر، ما اینجا رو اجاره کردیم، پول به صابخونه هم دادیم، حالا این صابخونه قلابی از آب در اومده که تقصیر ما نیست. مهربون این چه حرفی هم میزنی تو؟ وقت مأمور فرستاده حکم تخلیه فرستاده یعنی چی؟ حاجی شما بگه. اگه از من میپرسی ببین، صابخونه خیلی مهمه، همین سادگی نیست که شما بشه نگاه سطحی و همینطور سرپایی بهش بکنی. تو دنیای امروز مخصوصا شما اگه راضی نباشه صابخونه، همه چیزت رو حواست، دین و مذهبت هم رو حواست، نمازت، روزت، حجت، امر معروفت، نهی از منکر، همه چیز، یعنی مذهبت رو حواست، صابخونه خیلی مهمه. نمیدونم والا، شما هم منو به شک انداختی. ای بابا، پس اگه جوره پاش بریم مسجد نماز مار بخونیم بیم، پاش. نه قربونت برم، صابخونه شماست، به من ربطی نداره. من الان باید برم پارک، باید برم بشینم فکر کنم ببینم چیزی یادم میاد، مشاورمو به دست میارم. پس شما توی مدت نماز نمیخوندی؟ نه باز اشتباه، نه اینکه نخونم، میخونم. آه. ولی چجوری برات بگم، مثلا دارم میخونم یه جای یادم میره چی، خب بعد دیگه مثلا تو رکوع به سجود میخوام برم یا سر از جای دیگه در میارم. خوش به حالتون آقا فتر، بعضیا با اینکه تنشون سالمه از نماز غافلن، ولی بعضیا مثل شما که عقلشون سر جاش نیست، یعنی ببخشید حواستون سر جاش نیست، نمازتون رو ترک نمیکنی. خوشا به سعادتتون. عزیزم قمت نباشه، با امر مسجد هر جا که یادت رفت خودم باید هست. باید حتما بیام، مجبورم. اجبار نیست، ولی با هم باشیم بهتره دیگه. چه بهتری داره؟ میگم یادم میره. خب با که کنارتا باشم هر جا که یادتون رفت یادتا میارم. من نمیدونم، اللهم ببین اگه اشتباهی پیش بیاد مقصر اینه، من کاری نیستم. حاج آقا فتر، مسجد میرین ما هم دعا کنین. ای خانم، ما خودمون محتاج دعاییم خانم. ببینید چه قشنگ قصد نفسی میکنه. باشو بریم. کجا بیام من بابا؟ گیری انداخته ما رو، هی میگه بریم بریم. آقا من نهیم، ولم کن. بیام بریم بابا. یا الله.
ببینم معلوم هست تو کجا داری ما رو میبری؟ گم و گورمون نکنی آخر عمریه. آقا جون من که حافظم یاری نمیکنه، بلدی اینجا رو؟ بابا ما سالهای درم این راه رو مرمو میام، چشم بسته هم میتونم برمو بیام، خیالت راحت برد فتر. اما مگم اگه وقت خسته شدی از او لحاظ میگی، خب چند دقیقه واسم خستگی تو در کن. من خسته بشه نیستم، تو اگه گرفتاری داری یا نمیتونی هم پای من بیای، میخوای بشینیم یه جایی؟ هنگه بشینیم تعارف نکن. شاید بشین سال شما برسه ما احتیاج به استراحت داشته باشم، ولی فعلا جوونم. بله هنده بر اینکه پیاده روی میکنم همیشه ورزشکارم. بله درسته که من حافظم یکم یاری نمیکنه، ولی مایچام و عضلاتم بهم میگه که تو ورزشکار بودی. ماشاءالله حالام راه میرم. راه رفتن برای همه خوبه، برای تو هم خوبه. بله راه برو دیگه، راه برو که هر روز رو مخصوصاً اگه راه رفتن در راه چی باشه خیلی بشه. بله آقا جون تو چرا خونت عوض نمی کنی؟ راحت چی؟ این راه رو هی نری هی بیای، چرا؟ راستش خواستم عوض کنم، ولی خب چی بگم فعلا؟ چی بگی؟ چی شده مگه؟ حقیقتش من خودم جز تاوانی مسکنم. خیلی از بیچارم خانه هاش را انداختم، الحمدلله خانه هاش را گرفتن رفتن. اما خودم دوچار یک مشکلی شد. چه مشکلی؟ چند تا از قصهاش عقب بود. چند تا قصهاش عقب بود مثلا؟ تقریبا 7-8 عقب بود. 7-8 چقدر مثلا میشه؟ 8-500 تومن. خب 8-500 تومن چقدر میشه؟ 4 میلیون تومن. چنان میگه 4 میلیون تومن، خیال میکنه رقمی. این که با یه دعای مختصر حله که قربونت برم. خدا زبونت بشنوه. ببین یه شب که من سر حالم، سر کیفم، فکر خیال ندارم، ببین میای سر دماغم، میای پیشم، واسه یه دعا میخونم، بلکه انشالله حلش کنیم بره. الانم واسه دستگرمی یه دعا واسه میخونم، ببینیم چی میشه با امید خدا. اللهم انی، خدایا، خداوندا، پروردگارا، یه کاری بکن، یه راهی رو درست بکن که این بنده خدا بره سر خونه زندگی شو. راهی آمی خوبه؟ الهالی شد، اصلا درد نکنم. یه چیزی رسی من یادم رفت از تو بپرسم، تو چرا به این زودی بازنشستت کرده؟ به زودی نیستش که، من 10 سال بازنشست کردم. جبونی؟ نکنه پارتی بازی کردم. شیطون باوی کمالا شیطون. بسم الله. بفهمید؟ نه بفهمم وضو بگیرن. میشه بفهم پاش. منظورم اینه که وضو بگیرن آقا فتر. من دستمون شستم. بفهمید چون آقا فتر اگه وقت بخاطر تصادف اینا یاد طرف تا وضو گرفتن طرف نکنه، حالا یاد تا مدون. نه بلدم، شما بفهمید. میدونم من دیگه وضو گرفتن. نه بلدم. دیدی؟ حالا ماز سلامتی قربان شما سرو بیا تموم بریم. چی شد؟ تموم تموم شد دیگه. این پاتو نکشیدی که؟ عوضش این پاو دوبار کشیدو بودن. دوبار کشیدی؟ ها مگه نمیشه؟ بعض وقتا بشه اونا که پاله دارن. مگه پا نداری تو؟ نه دیگه. چی شده؟ ما تصادف کردم، نمیدونستی؟ چطور میگی؟ با چی؟ با مین. ها با یک مین تصادف کردی؟ ای بابا، پس تو جانباز بودی و به ما نگفته بودی؟ یه چیزی چاید ما یاد دمه گرم از یه حرفا. ایجوری های سلام علیکم. سلام علیکم حاجی آقا. ببخش متوجه شما نشده. جلال خاله چی حاجی آقا طور شده؟ حاجی آقا شما ایشونو میشناسی؟ نه بله، یعنی گمان میکنم که میشناسم. نه حاجی آقا چی کجا دید؟ خدا را صد هزار مرتبه شکر، چون مونده خدا خودش نمیشناسه. بله من کسی نمیشناسم. گل چی حاجی آقا؟ گل شمایید؟ گلچین آقای گلچین. عجب بساطه
گلچین کیه؟ حاج آقا اشتباه میفرمایید. حاج آقا اشتباه نه. چرا گلچین کدوم خریه؟ آخه گلچین نداریم ما. حاج آقا ما ایشونه بخاطره که تصادف که دماشاریش از دست ده خود ما داریم نگهدارش کنم. فعلا هم اسمشی گذاشتم آقا فتل. بله ما فتل صداش میکنم. فتل هم مشاوریشون از دست داده. بله یا خب اون وقت به مراجع قانونی شما اطلاع دادیم؟ راستش حاج آقا ما مخواستیم به مراجع قانونی اینه اطلاع بده یعنی حقیقت. حاج آقا التفات بفرمایید مشاهیرم و من خیلی وقت از دست دادم. بله و نه اینکه کلش از دست داده باشم. نه یه مقدارش همچین گاهی اوقات که به چیزی زیاد خیره میشم فکر میکنم. بله فکر میکنم که زیاد فکر نکردم. بله به اون مورد فکر کردم. درسته. اینه که زیاد فهمیدین چی گفت؟ بله ما الان 10 روز نمیفهمم تفلک خودشم نمیدونه چی میگم. میدونی؟ گاهی اوقات که زیاد فکر میکنم. آره آخه میدونی مشتی من خدا رفتگان شما رو بیام. خدا بیامرز همه رو. پدر مرحوم من بل. دوره جوانی ما یه دوستی داشت به نام گلچین. ایشون یکی از خیرین بزرگ محل بود. همه هم میشناختنش. اصلا مو نمیزد با ایشون. یعنی قد قواره چشم روشن ابروهای دماغ. اصلا من حس کردم که خود اون مرحوم انگار همین الان از قبل پا شده اومده روبروی من. این فرمایشات کدوم حاجی آقا میفرمایید؟ هر کی دماغش گنده شد میشه گلچین؟ اینقدر که شما از دماغ آقا گلچین یادت از وام ما یادت بود الان وام ما رو گرفته بوده. بابا این وام ما از آب لولو کشی رحمت آباد میشتر تو کشید بخدا. چی شد این وام ما؟ حق با شماست مون تا چه کار بکنه؟ باید رفقا بیان اقساطشون رو بدن صندوق پر بشه من میتونم از خجالت شما شب عیدی در بیام. خدا پدرت رو بیامرزه. البته اونا هم حق دارن شب عیده و خرج مخارجم زیاده نمیتونن قسطاش رو بدن چیکار کنن دیگه بنده خدا. ببینم مولای تو پس بگیری وام رو از اون خونه انشالله تشی بردید دیگه. انشالله خلاصه حاج آقا ما باید جوری گرفتاریم توی خانه ها یا کار بکنیم. امان از بعضی از این صاحب خونه ها بی انصاف هنوز داره فشار میاره. فشار جدا دادگاه جدا همش کنار راضی نیست بنده خدا. بله راضی نیستن معمولا صاحب خونه ها راضی نیستن. باید رفت دیگه بالاخره باید بره مستجد. نه عرضم این نیست که یه جوری اصلا نمیشه دیگه. حاج آقا ببخشید مزاحم میشم. میخواستم اگر وقت دارین در مورد اون مورد با هم صحبت کنیم. کدوم مورد؟ آها شب عیدیه. بله همون بنده خدا. خیلی سنگین مورده؟ نه زیاد ولی خب میدونید که این بنده خیلی خدا خوب، خیلی خوب حالا فعلا باشه بعدا خصوصی با هم صحبت میکنیم اینجا خوب نیست. باشه باشه بایزت. آقای گل آقای فتل گل بفرم آقا کجا؟ خب من موردی ندارم حاج آقا کجا بیام من؟ بابا منظورشون یک تشریف بیاره نماز. نه من پای سر شما نماز بخونم؟ ابدا. نه نه اینکه نخوان بخونم لیاقتش رو من ندارم پای سر شما شکست نفسی میکنم. ایشون نفسشون حقه دعا که میکنن رد خور نده. یه چیزی ما میکنم یه چیزی مشکل نه نه باشی چی شکست نه الان داره شکست نفسی میکنم چیزی رو من نشکستم. نه خیلی پخی من نیستم اخوه ما لیاقت چه ندارم اصلا چیزی نیستم من بابا بله میکنم. یه موردی هست. بله خواهش می‌کنم. داشته باشی این مسی که خیلی عادی کرده. خیلی باید مراقبش. چی گفتی داجا؟ باجا. میگم اینا با من تو نمیدن. نه بابا. آقا من میگیرم واسه یه چیزی نگی. میگیرم اسکو. شما وضو تو گرفتی؟ من بله وضو دارم من وضو. آه پس همون دائم الوضوء که نفست حقه. نه بابا بابا خدا مرد. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد خب من طبق معمول سعی میکنم کوتاه بگم تا وقت شما رو تسلی نکنم. نزدیک عید چند تا تذکر هست خدمتتون تقدیم میکنم. نکته اول چه کنیم حالا زیانکار نباشیم که روز آخر توی سوال و جواب پروردگار خدا هوامونو داشته باشه. اول باید خودمون رو بشناسیم که وقتی خودمون رو شناختیم خدامون رو شناختیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو از کجا آمدی به کجا میخوای بری هدفت چیه از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر
این مهمه. آی اونایی که خوابی بیدار شی. نه خواب میتونم دارم گوش میکنم. منظورم شما نبوده. محمد یا سروت بلند خرد حواستون رو جمع بکنید، یه نگاه بکنید، ببینید همسایتون در چه حاله، ببینید همسایتون چی میکشه. پنجره رو باز میکنی میبینی همسایه دست پسرش رو گرفته داره رد میشه، لباس پسرش مندرز و پاره از شب عیدی. چرا پول اندوخته میکنی؟ خب یه کمکی بکن، بدون منت، بدون ریا، برای رضای خدا. یعنی خدا نقدی معامله میکنه با شما. وقتی تصمیم گرفتی که این کار خوب رو بکنی، خدا برات نوشت. تموم شد. ببین چه خدای خوب و باحالی داری. اما حالا داری میخوای خیر کنی، جیبت هم پره، ولی واسه اسمته، واسه اینکه دوربینا ببینن ثبت کنن، واسه اینکه دوستت رفیقت بگه باری کلا باری کلا، این دیگه به درد نمیخوره، این میره به درک. باید دلتو صاف کنی، نیت باید. حالا اینکه انتهای سال و ابتدای سال همیشه این دعا رو میخونید، میگید حول حالنا الى احسن الحال یا محول الاحوال، ها؟ یعنی اینکه خدایا تو حال ما رو از خوب به خوبتر تبدیل کن، بد خوبش کن، خوب خوبترش کن، خوبتر عالیش کن. آی اونایی که خوابید بیدار بشید. آقا داشتم گوش میکردم به فرمایشاتتون. منظورم بیشتر با اونهایی که خودشونو به خواب میزنن. یه سوالی دارم پیش شما داج آقا، این حالی به حالی شدن یعنی چی؟ اون حالی به حالی که شما میگید من نگفتم. حول حالنا یعنی که آدم حالش بد باشه خوب بشه، یعنی از خدا بخواد. چه حال بهتری تحقیق بکنه حاج آقا؟ این فرمایشات کدومه؟ آدم با دیدن حال و روز این آدما دیگه حالی هم واسش میمونه. ببخشید آقا مشاور کردم. اگه امنیت منو تأمین بفرمایید من دو دقیقه بیام اونجا چهار کلمه حرف دارم بر زدن. بفرمایید چه جایی بهتر از مسجد، چه جایی امن‌تر از مسجد؟ بفرمایید. اجازه بدید بیا. بفرمایید. یا الله. با اجازه آج آقا. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. عرض کنم خب. الو الو الو. یک دو سه چار، یک دو سه چار. آزمایش میکنید؟ صدا میاد؟ انشاءالله صدا بیرونم میره، همسایه ها میشنم. عرض کنم که آج آقا در فرمایشاتشون فرمودن که همسایه ها چه میکشند. این که همسایه ها چی میکشن یا نمیکشن این به ما ربطی نداره. این وظیفه ارگان های زیربطه که برن اونجا ببینن چی میکشن، به ما ربطی نداره اصلا. ولی چیزی که به ما مربوط میشود این است که من خودم جانبازی رو میشناسم که بالای 100-120% جانبازی داره. هم میبینیدشون، میشناسیدشون. یکیشم من سراغ دارم که این بنده خدا زنش، خونش، خلاصه خیلی وضع بدی داره، در وضعیت نابسامانی به سر میبره و صابخونهش هم جوابش کرده، یعنی گفته شب عیدی باید بری. اون بنده خدا هم تقصیر نداره، اونم خونهش رو میخواد، ورشکسته است، احتیاج به خونهش داره. به این بنده خدا فشار میاره، میگه باید بلنشی شب عیدی، این بلنشه کجا بره؟ جایی هست آیا این دست زنش بگیره ببره؟ این وظیفه ماست کمک بکنیم. نمیدونم همسایه ها سزای منو میشنون یا نمیشنون. صابخونه بیچارم شاید گناهی نداشته باشه، خونش احتیاج داره. اون صابخونه ای هم که من میشناسم به مستاجرش گفته، به این بنده خدا جانبازه گفته، گفته نماز میتونی بخونی، باز خدا پدرشو بیامرزه. ولی با تمام این تفاصیل این جانباز انقدر شرف داره که بلند میشه را میفته با اون پاش میاد مسجد نماز میخونه. شاید شاید میگه که صابخونم راضی نباشه. آقا فتر قربونی حواس پرتت بشم، اولا که ما جانباز 55% هم الان شده 45%. دوما ما از این مردم که طلبگار نیستم که.
ما از هیچ که طلبگار نیستیم. چی 55 بودی کردنت 45؟ اعلام میکنم ما راضی نیستیم به حرفا. ما از هیچ که طلبگار نیستیم. اگر قرار بشه حرف بزنیم خود ما از همه بهتر یاد داریم حرف بزنیم. بیا بشین آقا جان. عصبی میشی مولای جان؟ من دارم از تو دفاع میکنم. آقا به خدا ما بهش نگفتم آوردمش مسجد ها. خودش پاشوده دارم اونجا حرفا میزنه. ما اصلا کلام حرف نزدم. آفر. من روی صحبتم با اونهایی که با این جانبازا سر کار دارن و کار رسیدگی به اینها رو در اختیار دارن، میتونم کمکشون کنم. روی سخنم با اوناست، یکی باید به داد اینا برسه دیگه. بابا خونهشو، زندگیشو، زنشو، بچهشو، همه چیزشو گذاشته رفته، از شرف، انسانیت و حیثیت ما دفاع کرده یک روزی، حالا برگشته به این روز افتاده. خب حالا وظیفه من و شماست که به کمک اون بشه. تا بینا اینقدر تو بوق و کرنا نکنید که ما داریم کمک اینها میکنیم. بل کردیم براشون خونه درست کردیم، نمیدارم که مردم خیال کنن اینا در رفاه کامل رفتن گرفتن خوابیدن، دستشون گوشتن زیر سرشون خوابیدن. خب اگر نمیکنید و نمیتونید، اقلا خود ما به داد اینها برسیم. من حرفم اینه. صحیح است. البته این همون تکبیر خودمون. الله اکبر. حالا این بنده خدا گیر 4 میلیون وامه. اجازه بفرمایید، من یه بخشایی از حرفای ایشون رو قبول دارم. درسته خیلی جواب جانبازا اجهافم شده، اما آقای فتل گل، یه تعداد زیادی از همین جماعتی که میبینید جانبازن، یه تعدادشون رزمندن، اینا خودشون میدونن کاری از دستشون بر نمیاد. قربون شکلت برم، اینجا مسجد شما، داری اختشاش میکنی، داری آشوب میکنی، آروم باش. آقا کدوم اختشاش؟ من حرف نامربوطی نزدم، من سیاسی صحبت نمیکنم. آقا کمک کردن به دیگران هم سیاسیه؟ آقا سیاسی ما هیچی نمیگیم، خفه میشه. آقا جان بنده عرض کردم به این بنده خداها کمک بشه. همین بفرم. آقای گل دم. آقای فتل این چه کاری بود شما کردی؟ چیکار کردم آقا؟ قربونت برم، اصلا آشوب کردی تو مسجد؟ یا یه دونه سطل آشغال هم آتیش بزن. سطل آشغال کجا؟ قربونت برم، تو این محل، تو این مسجد خیلی ها نمیدونن که این منده خدا جانبازه. شما هم جو هرچی دلت خواست گفتی. خب جانبازه حاجی، آقا گناه که نکرده که، اگه نیت منم خیر بود می‌خواستم کمکش کنم. متوجهم، من منظور شما رو متوجه شدم، اما کمک که راهش این نیست که. چیه؟ قربونت برم، این اگه می‌خواست از پول، اگه می‌خواست از موقعیتش استفاده بکنه، میرفت راحت پول می‌گرفت. کوپونش استفاده میکرد، میره پول میگیره. چجوری؟ میخواد از یه راه دیگه پول رو بگیره، از یه راه آبرومندانه. شما اگه میخوای کمک بکنی، برو یه آدم خیر پیدا بکن، همین الان بیارش، یه پولی تو صندوق مسجد بریزه، ما یه وام بدیم، از راه آبرومندانه مشکلش حل بشه. یعنی با این ترتیب حل میشه آدم خیر پیدا کنی؟ چرا نمیشه؟ بعد خب میری پیدا میکنی کار. من میخواستم از شر این صابخونه نامرد راحت بشه. این واقعا نامردی که این اذیت میکنه، آدم پشت هم اندازی، شر رو میخواستم. غیبت نکنه، غیبت نکنه. من میگم یعنی شما آسد بهدی باشی بیاد. اون موردی که گفتم آماده کنید. بله. شما بیاد، چون کمک کردید به ایشون. بله. قصدتون کمک بوده، منم میخوام یه کمکی به شما بکنم. چه قصد؟ شما رو به بچه های مسجد معرفی کنم برای مورد. موردی من ندارم. نه آجاقا به استفاده بکنم. آجاقا من با بچه خونم. بفرمی اینجا بیستی. مورد چیه آجاقا به من؟ مورد نیست آقا فتل جان. برداشت جان، من میخوام از شما یه دن عکس میگیرم. آقا نمیخوام عکس. یه دقیقه تشید. های بدبختیه. اجام گفتر شدیم. بگی دیگه عکس تو جزه بده. به قول یارو گفتنی کار بکنیم بدبختیم، کارم نکنیم بدبختیم. ما غیر از خدمت به این جانباز کار دیگه هم خواستیم بکنیم. هدف ما خدمت بوده به شما. اصلا مسئله ی حرفا نیست، من فقط یک عکس از شما خواستم. آقا برو عکس دونه درشتا بگی، بوشتازا بگی، مافیا بگی، من ریزه و این قضیه رو چیکار دارید من دلم کنید؟ من یه خونه کلنگی همش که ندارم. ما شما از من مهاجر هدف همش میخواید مسئله عکس چی میگیرم؟
شما به چه سیاسی نگاه میکنید؟ ما یک دن عکس یادگاری از شما میخوام بگیرم. سیاسی نیستی چم اقتصادیه. بگیر دیگه آقا بگیر یک دقیقه سب اصلا اونجا باید نمیخوام عکس بگیرم آقا بلم آقا زر من تو باست چی میشم بابا روحانی اون عزیز من روحانی و تف جان باید میترم حالا چی میترسی تو بس عکس همو بلوتوس میکنن این در اومر آجا بلوتوس نه نه هیچ کس عکس تو بلوتوس نمیخوانه با توش میشم حالا که آجا بام هست بابا اینجا که مشهد نیستش که مسجد دست دیگه بر پایی بگیر دیگه آقا جون من میخوام کمکت بکنم من هدفم نیتم خیره والله خیره میدونم نیتت خیره ولی ما راضی نیستیم چیکار کنیم میگه راضی نیستم اومدیم و پس فردا یه تقیب توقی شد و قرار شد از این مملکت دفاع بشه بازم تویی که باید بری دفاع کنی اون پاتم از دست میدی من که نمیتونم برم که با 80 سال سن و 3.5 قد برم دفاع کنم تو باید بری جنگ بشه بازم ما میریم چی وام بدن چی وام ندن ولی شما قصد یه چیز دیگه تا دیگه نمیخوای نامزد چیزی بشی نه خیر دیگه از نامزد بازی بنده گذشته من نه به اون نتیجه چش رد کردم رد نه نشد یه چیزی یاد دادا نه ما واسه نمود یه چیزی گفتی ها چی بود راستی اینو میخواستم بهت بگم این عکس ها بر ما دردسر نشه تولید دردسر نکنه یک عکس میخواستیم بگیریم چی قیرش ما رو بازی راه انداختیم بابا میخواستیم بدیم به چه کس و کارت پیدا کنن این کارا چی بود من اگه نخوام اینا کمکم بکنن کیو باید برم ببینم نمیخوام آقا جون دلم کنم گرفتار شدم چرا شما اینجوری فکر میکنی اونا نیت چه خیر میخوان کس و کارت پیدا کنن این عکس اگه دستی غریبه دستی نامحرم بیفته بلوتوث بشه همه جا پخش بشه خب من گیر میفتم خب عکس که ما توشم کسی بلوتوث نمیکنه چون بالاخره به فکر جونش هستن یاد را همین خود جناب عالی اگه من مورد دار بشم چیکار میکنی وقت چی میگی بازم از این حرفا میزنی میخنده بابا هیچ وقت چیزی پیش نمیاد یاد را سلام قبول باشه سلام قبول حق باشه انشالله هر حال ما کار کرد دستمون برمی اومد یه دو سرکتی رفتیم خوندی میگم حالا چرا اینجا بحث میکنید بفرمایید بالا براتون چای و سوپ داغ گذاشتم راست میگه سوپ درست کردیم بریم بالا یه سوپ بخوریم به من اگه اجازه بدی یه ساعت اینجا وایسی من اومدم یک ساعت مگه میخوای چیکار کنی یه نقطه کور اونجا هست ممکنه آنتن نده اون وقت مشکل میشه برو شما نقطه کور آنتن مگه میخوای چیکار کنی عجب گیری افتادیم آقا جون کار شخصی دارم میخوای داد بزنم فریاد بزنم آی ملت میخوام برم دست به آب خب این چیز دست به آب بیا که میگه آنتن نمیدم و عزیز سرم گیش شده نقطه کوره خب دست به آب مگه نقطه کور داره مگه بده آنتن بده آقا مولای زشتی چنقدر اصرار میکنی بیا دیگه بابا این تلفن یکی جواب بده داره میکشه خودشو الو الو شما حالا دیگه ما رو نمیشناسی نه زیاد یه خورده نظر آشنا میاد اما یه جورایی انگار نمیاد بابا تیمور خانم دیگه الان خوب بهتر شد علیکم سلام آقا تیمور خان چطوری چرا اینقدر طول میکشه حرف میزنی مگه چه غلطی دارید میکنید اونجا من 118 نوکرتم ما اینجا ستایی بدبختی داریم همینجور صبح تو حالا داریم این دفتر دستک آخر سال رسیدگی میکنیم چشامونم با نمیشه خستگی برو مردک به دفتر دستک آخرتت فکر بکن دفتر دستکت داری فکر میکنی چشات داره در میاد خیال میکنی نمیدونم چه غلطی دارید میکنید گوش کن اون بابا مستأجره مولایی هست اون با 4 میلیون کارش حل میشه ببینم چه میکنی فوری این پولو تهیه کن مثلا شما هم حرفایی میزنی آقا تیمور من آخر سالی 4 میلیون پولم از کجا بود انگار سری گنج به ایمان نشستی ببینم پس اون منو چهری مفخور با جناق الدنگ چه غلطی میکنه شما دوتایی رو هم چارتا ندارید بر من تهیه کنید بابا اون بنده خدا پولش کجا بود اون خودش گرفتاره اون از من بدبختر من از اون بدبختر اون گیرتر از من از اون گیرتر همونمون کجا بود من نمیدونم این حرفا تو کتم نمیره 4 میلیون سریع آماده میکنی واسه من چی بود؟ تیمورگره چی میگفت؟ 4 میلیون گوه تو بگیرم فردا بدم به حسابش بریز آره آقا بله آقا چرا از من؟ وکیلش اینجا نشسته
واسه 17% من چقدر باید باج بدم آخه؟ من نیستم. ایوا باز حالت خوب شده 1% اضافه کردی؟ هستی خوبم هستی زیر 10% هم هست. میگم که بله بفرمید میگم که آقای مولایی من یه سوالی داشتم میتونم بپرسم؟ خواهش بکنم بفرمید. ترسم ناراحت بشی. ناراحت؟ آقا فتل من یاد ندارم تو این چندین سال مولایی از دست کسی ناراحت شده باشه. حالا وای باله شما که مهمونید، سوالتون رو بفرمایید. بله میگن مهمون حبیب خدای دور از جونش ما شب موندنش بلایه. ما میگیم سوال کردنشون صفایه. بفرمایید رو دروسی نکنه. البته سوال خصوصیه. بازم ناراحت نمیشی؟ بپرسم؟ نه مشکلی نیست بفرمایید. میگم موقعی که شما رفتی خواستگاری خانم ایشون پاش همینطوری بود؟ همون بهتر که یه پا نداشت، چون با اون یکی پاش پاشنه در خونه ما رو کنده بود. خب ما خواستگار خیلی داشتم، از در همسایه بگی تا تمام قمقشیا میترسیدم مهربون ما رو از دست بده روی حساب پافشاری میکردم. ببخشید شما خواستگار داشتین؟ شما که هر جا تشریف میبردین ردتون میکردن. میبینین هر جا میرفتم رد به مزده. میگفتن وقتی میرین در خالشا نگو مویم، بگو منم این دختر تیرونیه. گفتم ما مگم منم، ولی وقتی مهره بود در وا کنه ببینم بایوب وقت چی؟ پس بهتر آدم راست و حسینی میشه. این که مال خیلی قدیمه که. خب این مال 20 سال پیشه دیگه. ها؟ بله. چی شد؟ یعنی 20 سال شما ازدواج کردید؟ بله. بزنم به تخته اصلا به قیافهاتون نمیاد. خوب بودی؟ خدا کنه ازرائیل رو بی اشتباه شمار بکنه انشاءالله. خب ما بگم تا که جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. ایجی رو بود که رفتم در خونه شون گفتم گفتی نیمه شب بیا منم اومدم، گفتی با دل شکسته بیا منم اومدم، حالا چرا هرچی در میذارم در رو باز نمی کنی؟ گفت تا نگی کی هستی در رو باز نمی کنم. منم مجبور شدم دیگه گفتم لیلا در واکن بایو پوشت در واکن بایو ایت در واکن. اینقدر محفشانی کردم تا گرفتم اینجا.